همراه هستیم با حمید صبی، وکیل دادگستری و عضو هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی آبان از لندن. بسیار خوش آمدید آقای صبی. به عنوان یک حقوقدان، ارزیابی شخص شما از گزارش شاهدان چیست؟ چقدر برای خود شما این گزارش ها غیر مترقبه و قابل توجه بود؟ البته مستقیما از ایران پخش میشه. شهودی که با شجاعت بی‌نظیری در این دادگاه شرکت کردن واقعا باعث قدردانی تمام طرفداران حقوق بشر هست که افرادی در ایران با چنین شجاعتی و با چنین ابتکار عملی حاضرن در این دادگاه بیان شهادت بدن و خطرات اون رو به جان بخرن. کار بسیار مشکلی است و ما واقعا به همه کسانی که در این دادگاه شرکت کردن و این شهادت ها رو دادن قدردانی میکنیم و تشکر میکنیم از حضورشون در این دادگاه ها که جنایات این رژیم رو برای تمام جهانیان برملا میکنه. آقای صبی، برگزاری این دادگاه به باور شما چه پیامدهایی در داخل ایران خواهد داشت و چقدر برگزاری این دادگاه میتونه در رفتار امنیتی و قضایی نهادهای حکومتی ایران تاثیرگذار باشه؟ هدف اصلی در این هستش که تمام کسانی که در رأس این رژیم هستند و تمام کسانی که دستورات غیرقانونی این رژیم رو اجرا می‌کنند بدانند که این کار بدون عقوبت نخواهد بود و این مسئولیتی که ظاهراً رژیم برای تمام عاملین این جنایات ایجاد کرده دوام نخواهد داشت. روزی خواهد آمد که پاسخگو باید باشند به این جنایات و بدونند که در هر قدمی که برمی‌دارند به هر حال جامعه جهانی متوجه اون هست، اینها رو ضبط میکنه و روزی خواهد بود که اینها به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد و باید جوابگو باشن و بگن که چرا شما به دستورش شلیک دادید به تظاهر کنندگان بیگناهی که فقط برای یک اعتراض اقتصادی آمده بودن به میدان، برای کسانی که آمده بودن برای ساده ترین مشکلی که پیدا کرده بودن و اون گرونی قیمت بنزین بود، چرا باید اونها کشته بشن؟ چرا باید پدری فرزندش رو از دست بده، مادری چنین داغدار بشه؟ و اینها مسئله است که مسئولین این رژیم باید جوابگوی آن باشن، جواب نه فقط در مقابل مردم ایران، در مقابل جامعه جهانی. چرا یک چنین جنایت رو در مورد ملت خودتون انجام میدید؟ چرا اونها رو به گلوله میبندید و چرا شکنجه میدید و چرا باهاشون چنین رفتار میکنید؟ چرا هنوز پدر پویا بختیاری در زندانه؟ چرا خانواده های کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن چنین در فشار هستن؟ اینها مسائلی است که مسئولین این رژیم باید الان متوجه آن باشن. میبینیم که شخصی مثل حمید نوری حتی سالها بعد از اینکه این جنایات رو انجام داده فعلا در زندان در استکهلم هست و به پای میز محاکمه کشیده خواهد شد و تمام کسانی که در این داستان ها دست دارن باید بدانن که به هر حال یه روزی خواهد آمد که باید جوابگوی جنایات خودشون باشن. آقای صبی، شما دو روز است که در دادگاه حضور دارید. گزارش شاهدان و روایت هایی که ارائه شد در این دادگاه چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم داشت؟ تمام شهود تایید می کنند که تظاهرات به طور صلح‌آمیز و بدون هیچ نوع خشونتی از طرف تظاهر کنندگان بوده. فقط اعتراض داشتن به رژیم، اعتراض داشتن به افزایش بی‌رویه قیمت بنزین و بعد از اون به مشکلات اقتصادی که باهاش مواجه هستن. این حرکت عمومی در سراسر ایران یه حرکت بسیار منطقی بود در جواب حرکت بی‌رویه رژیم و عکس‌العمل رژیم در مقابل این حرکت صلح‌آمیز و بدون خشونت مردم ایران یک حرکت بی‌مورد و بی‌دلیلی بود. دستور شلیک دادن، دستور اینکه به جای اینکه آتش بس باشه خون بس باید باشه، به جای اینکه با مردم دوستانه رفتار بکنید و جواب اونها رو بدید، اونها رو بندید به گلوله و هر کسی که زخمی شد یا کشته شد باز بزرگترین جنایات رو در مورد اونها و خانواده‌های اونها به عمل بیارید، جواب بسیار ناقصی است و امیدوارم که این دادگاه یادآور این مسئله باشه که روز عقوبتی خواهد بود برای تمام کسانی که این جنایات رو انجام میدن. از پایین تا بالا سپاسگزارم از شما، حمید صبی، وکیل دادگستری و عضو هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی آبان از لندن با ما.